سلام، سلام به همه دوستان عزیزم، سلام به بچه های اینستاگرام. ما یه چند دقیقه
اینهل و اکسهل آگاه هستیم که چقدر ما خوشبختیم به خاطر اینکه این نفس میاد و میره بدون هیچ زحمتی، بدون هیچ افورتی. لازم نیست که ما هیچ کاری انجام بدیم. مهمترین چیز اکسیژن و موناکسایده. زندگی در اکسیژن و این به راحتی داره میاد و میره. فقط تسلیم بشیم در این لحظه، تسلیم نفس. هیچ کاری قرار نیست که انجام بدیم، هیچ جایی قرار نیست که بریم، و بودن در این لحظه و حضور در این لحظه کاملا اوکی. در سکوت ذهن چشمامون رو آهسته ببندیم و همه تمرکزمون رو بیاریم روی نفس. و فقط انرژی رو دریافت کنی. رقص نور و عشق رو. با هر نفسی که میاد و میره یک بخشی از خود رو رها می‌کنی. با هر اینهل، هر بار که نفس می‌کشیم، تمام بدنمون رو پر از نور و عشق می‌کنیم. و با هر نفسی که خارج میشه یک چیزی رو که فکر کردیم دوست نداریم، موقعیت، شخص، فکر، احساس رو رها میکنیم. نور رو مشاهده می‌کنیم که از بالای سرمون داره میاد. مثل این میمونه که همه سر ما باز میشه. و این نور سفید وارد سر ما میشه. تمرکزمون رو میاریم روی مغزمون که چطور با دریافت همه این نور سفید کاملا داره پاک میشه. همه خاطره‌های گذشته، همه تراماها،
دراماها، کارماهای بد یا خوب، بدون هیچ قضاوتی، همه چی از ما جدا میشه. نفس عمیق از ته شکم و همه اون نفس رو میدین بیرون. همه خاطره های خوب یا بد رو رها میکنی. همه چیز رو میبخشیم. گذشته رو میبخشیم. و این لحظه رو در آغوش میگیریم. این لحظه بدون هیچ قضاوتیه. این لحظه هیچ درخواستی نداره. این لحظه هیچ چیزی از ما نمیخواد. این لحظه هیچ کمی و کسری نداره. این لحظه پره، کامله. حالا آهسته آهسته احساس کنیم که این نور داره میاد توی پیشونی شما و این رقص نور و انرژی داره همه چیز رو آزاد و پاک میکنه. نور میاد توی ابروی شما، چشم های شما، گونه های شما، لبهای شما، چونه شما، گلو و شونه کاملا آزاد و رها میشه. پرنده ها هم دارن با ما میخونن. هر حرفی که نزدین، هر چیزی که باید میگفتین و نگفتین، هر چی که خفه کردیم در خودمون، هر چیزی رو که اجازه ندادیم به خودمون که اکسپرسش کنیم یا بیانش کنیم، حالا اجازه بدیم رها بشه. به خودتون بگین که هیچ فرقی هم شاید نکنه. خیلی از حرفا شاید گفتنشون ضروری هم نیست. پذیرش. پذیرش این که همه چیز سر جاشه و درسته. پذیرش این لحظه.
پذیرش گذشته. حالا اجازه بدیم که این نور بیاد در قلب ما. خواهش میکنم که در این لحظه همه با هم یکی بشیم و اجازه بدیم که عشق رو هممون در این لحظه با هم تجربه کنیم. همه با هم ام مرسی از این که هستید. مرسی از این که با هم یکی میشیم. در این دوره و زمان که فوق‌العاده زمان حساسی هست، در دورانی که ما هرچی که بیرون نگاه میکنیم خوشایند نیست، ما آنچنان توانایی در تغییر موقعیت‌های بیرونی نداریم. اما یک جایی همیشه هست و خواهد بود و اون inner silence یا اون سکوت درونه. اونجا چیزها تغییر نمی کنند. همه چی هست خارج از هیچ قضاوتی. اونجا کاملا امنه. همه چیز پذیرفته شده و من و شما در هر لحظه انتخاب می‌کنیم که کجا می‌خوایم
حضور داشته باشیم. اون زمانی که ما با کل کانشسنس، شعور کلی جهان هستی یکی میشیم، در اون کل همه چیز هست، درسته و من و شما هیچ تلاشی یا کاری نباید انجام بدیم. اما زمانی که ما از اون کل جدا میشیم، به محضی که ایگو، منیت یا ذهن فعال میشن، اون وقت چیزهایی که من و شما میبینیم خیلی برامون خوشایند نیست و بعد متوجه میشیم که آنچنان ما کاری در دنیای بیرون نمیتونیم انجام بدیم. در بیرون جنگ هست، در بیرون اکانومی خراب هست، در بیرون آدم ها شفاف نیستند، در بیرون قلب ها با هم یکی نیستند. در بیرون خشونت هست، زورگویی هست، خیانت هست. اما تا زمانی که من و شما تک به تک متوجه اهمیت خودمون نشیم و اونی که هر فکری که من و شما میکنیم و هر حسی که من و شما داریم روی کل یونیورس، جهان هستی اثر میذاره و کاری در موردش نکنیم، تا زمانی که من و شما فکر میکنیم که ما ایندیویژولی یا جدا هستیم و افکار من که به کس دیگه ربطی نداره یا احساسای بد من که به کسی دیگه ربطی نداره، ما بیشتر و بیشتر دنیایی رو خواهیم دید که خوشایند نخواهد بود. اما اون زمانی که ما متوجه میشیم که کانشسنس یا شعور کل جهان هستی فقط و فقط یک انرژیه و حتی این پرنده بلو جی، پرنده های آبی که اینجا میخونن، صوت صدای این روی همه کره زمین و کل کانشسنس اثر میذاره، اون وقت شاید یه تکونی بخوریم و از خودمون در بیان و فکر کنیم که او پس من یه مسئولیت بزرگی دارم چون فکر من تنها فکر من نیست، فکر من داره روی همه چی اثر میذاره. احساس افسردگی امروز من فقط مال من نیست، این احساس روی همه اثر میذاره. پس
پس حالا که من متوجه این قضیه میشم، پس ما متوجه هستیم که اگر که ما بخوایم دنیای مادی رو تغییر بدیم، باید از خودمون شروع کنیم. گاندی همینو گفت، نگفت؟ گفت همه تغییرها. امیر جان من اوکیم. Movie recording has been stopped automatically. Thank you. گاندی گفتش که اون تغییری بشین که میخواین ببینین. فکر میکنم. پس اگر که من بخوام در بیرون خیانت، زورگویی، جنگ، فساد، هیچ کدوم از اینا رو نبینم، باید از خودم شروع کنم. امروز وبینار شمن داشتیم و اونجا راجبش یکی از کسایی که پرسیده بود که وقتی که ما کاکروچ سوسک میبینیم، سوسک دیشب تو تخت من بوده و بعد چندین بار سوسک بیرون دیدم، معنیش چیه؟ گفتم که همه چیز در دنیای مادی ساخته شده ذهن من هستش. پس وقتی که من سوسک میبینم تو تنم، تو تخت خواب وول میخوره، یا سوسک میبینم بیرون، سوسک چه چیزی رو رپرزنت میکنه؟ چه معنی یا شخصیتی داره؟ و توضیح دادم که سوسک در واقع زمانی که کثیفی هست، این یکی از چیزهاش هستش. وقتی که دوروبر کثیفه، پس زمانی که من و شما چه میدونم کرامبوز، خورده نون و خورده آشغال و چیزا ریختیم و تمیز نیستش، اون یکی از دلایلیه که سوس جمع میشه. اما زمانی که ما سوسک میبینیم، درسته که به تصویر ما سوسک میاد و فوری فکر میکنیم که او باید چیزا رو ترتمیز کنیم و بذاریم توی یخچال و نمیدونم این داستانا، ولی اون تمیز کردن فقط تمیز کردن فیزیکی ظاهر خونه نیست. و توضیح دادم که وقتی که من سوسک میبینم تو تخت رو تنم و حالت چندشم میشه، این نشونه سالیان سال شیم و نسل بعد از نسل، وقتی که ما انسانها خجالت زده و احساس خجالت میکنیم در جامعه و فرهنگی که خیلی میزان بالایی از پسرها و دخترها توی بچگیشون بهشون دسترازی میشه، تجاوز میشه، اولین احساسی که بچه ها میگیرن و معنی که براشون میشه اینه که او پس من یه کار اشتباهی انجام دادم. و اون شیم و خجالت زدگی در سیستم به وجود میاد و اون میبینیم که خیلی از وقتا رابطه خوب من با بدن فیزیکم رو قطع میکنه. ماها با بدنمون اوکی نیستیم، ماها با برهنه بودن اوکی نیستیم، بعد تو تاریکی و نمیدونم کسی ما رو نبینه و اینا لباسمون رو در بیاریم و لباس عوض کنیم. پس من وقتی که سوسک میبینم، روی این چیز توجه میکنم که من چه احساسی نسبت به بدنم، به فیزیکم، به سکشوالیتیم، به رابطه جنسی دارم. این احساس پاک و تمیز و عاشقانه و زیبا و الهیه، یا این یک احساس بد
خجالت زده شرم زده است، کدومشه؟ و بعد سوس دیدن دو مرتبه، معنی پاکسازی فکری، احساسی، روحی و روانی. چه کسایی دارن ما رو باگ میکنن؟ چه کسایی ما رو فشار میدن؟ با ما نیستن ولی فکرشون مرتبا داره ما رو هرس میده، تصورشون داره ما رو اذیت میکنه، حتی اگر در حال حاضر توی پرزنت یا حضور ما نیستن، اما ما داریم اذیت میشیم. سوسک دیدن معنیش پاکسازی خونه، زندگی، روح، روان، احساس، اون ویروسایی که توی ذهن ما هست، اون باگایی که مرتبا داره ما رو اذیت میکنه. پس تمام چیزهایی که من و شما در بیرون میبینیم نه تنها ساخته شده خود ذهن ما هستن، بلکه چون من و شما آگاه نیستیم به اون افکار و احساسها و فضای انرژیمون، نتیجتا اینا در دنیای مادی خودشون رو نشون میدن و هرچی بیشتر من و شما باید بهشون توجه کنیم، اونا بیشتر خودشون رو نشون میدن. این پرنده ها از دیشب تا حالا یک ریز خوندن، یعنی من نمیدونم اینا گلوشون درد نمیگیره، صوتاشون خراب نمیشه، مگه میشه آدم 24 ساعته بخونه؟ اینم قضاوت من در مورد پرنده ها. و امروز توی کلاس، اگه دوست دارین میتونین رکورد وبینار شمن امروز رو بگیرین، راجع به فضای انرژیمون توضیح دادم که ما انسان ها مثل یک بال یا توپ انرژی هستیم. اون چیزی که فکر میکنیم، اون چیزی که احساس میکنیم، در محتوای این انرژی همه قاطی میشه. و زمانی که من و شما آگاه با تماسمون با خارج نیستیم، فرضاً اگر من و شما میریم دریا، انرژی دریا و صدای موج، ارتعاشات اون خود به خود من و شما رو آروم میکنه و پاک میکنه، یه سری impurities، ناخالصی ها یا کثیفی، نمیخوام اسمش رو بذاریم، ولی ناخالصی. چرا تلفن من زنگ میزنه؟ امیر حسین مرسی قطعش. و انرژی من وقتی که میرم توی دریا، به خصوص اگه برم توی آب و سرم رو زیر آب کنم، کاملا متفاوته تا اگر من برم فرزن امیر لایو من روی اینستاگرام اوکیه، مطمئن بشو که بچه ها قطع نشن. اوکی اوکی
پس چرا تصویر من اونجا نیست امیر؟ اوکی. چی؟ اوکی. و زمانی که من و شما به صحرا میریم یا به کوهستان میریم، هر کدوم از اینها انرژی متفاوتی دارن. و زمانی که من و شما در تماس با هر انسانی میایم، اون در وقتی که ما آگاه نیستیم در فضای انرژی ما قاطی میشه. پس نتیجتا من و شما صبح با هر فضایی، با هر انرژی، با هر چیزی که بلند شدیم، در طول روز دائما مخلوط شدن این انرژی های متفاوت روی ما اثر میذاره. بنابراین روحایی که خیلی حساس تر هستن، من و شما میریم مهمونی اونجا بزن و برقص و بگو و بخند و این داستان هاست، ولی میایم دو روز مریض میشیم میافتیم. داستان میگم یه سری، ما وقتی که راجع به این متافیزیک یا این چیزا صحبت میکنیم، یه سری از افراد میرن به طرف خرافات. من به چش زدن و جادو کردن و این داستانا معتقد نیستم، اما معتقد هستم که فضای انرژی ها روی همدیگه، هر چیزی انرژی داره و این انرژی ها روی هم اثر میذارن. بنابراین فکر میکنم توی سه تا سیدی خارج شدن روح از بدن بود که توضیح دادم، اگر که شما فرضاً میرین یه جنس آنتیک میخرین، چه میدونم یه شمشیر یا نیزه آنتیک میخرین که مال خیلی سال پیشه و شما اونو میارین توی خونتون میذارین، تمام انرژی هایی که این حالا شمشیر یا نیزه جمع کرده، چه تو جنگ بوده و چه مسائل هر چیزی که بوده، هر جور که این دست به دست گشته، این الان مجموعه یک سری انرژی های متفاوت شده. بنابراین شما ممکنه ببینین خیلی هم پول میدین یه شمشیر چه میدونم آنتیک میخرین، اما وقتی که شما اون رو میارین تو خونتون میذارین، اون بلا فاصله روی انرژی خونه شما اثر میذاره. جان اینستاگرام نتونستی برگردی؟ آها، ویدیوی قبلی رو پروسس همین جامعه که ما یک ساعتمون گذشته که باتری تموم شده. یه ساعت رفتم من؟ 40 نزدیک 50 دقیقه. اوکی، فانتاستیک. خب پس زمانی که شما این شمشیر رو میارین خونه، این الان داره روی فضای انرژی خونه شما اثر میذاره. ممکنه چند روز بدون این که متوجه نشین پدرن خواب شب شما رو به هم میریزه یا احساس چه میدونم تلاطم یا چیز میکنی. okay. پس همه چیز انرژی داره و تمام انرژی ها با همدیگه رو همدیگه اثر میذارن. بعضی انرژی ها برای همدیگه خیلی مطلوب و خوشایندن، they complement one another. وقتی به هم میرسن خیلی آدم ها بهتر میشن، پروتاکتیو تر میشن، کارشون رو بهتر انجام میدن. خیلی انرژی ها با همدیگه کلش میکنن، اصلا به همدیگه نمیخورن،
بنابراین همش دعوا و جنگ و مخربن و برای همینه که آقایون خیلی وقتا میگن وای من این زن رو گرفتم، همه چقدر بدیوم بود، همه خونه و زندگی و ثروتم رو از دست دادم. No comments. هیچ چیزی اینجا نداریم. Okay. ولی کلن وقتی که من و شما انرژی رو میشناسیم، برای اینکه بخوایم انرژی رو بشناسیم باید کاملا آگاه باشیم. برای اینکه من و شما بخوایم کاملا آگاه باشیم، خواهش میکنم اگر آنلاین کورس منو نگرفتین حداقل اون 3 تا کلاس اولش رو بگیرین. من کی هستم که میگم من نه فکرمم نه احساسمم نه فیزیکمم، پس من کیم؟ من اون عقاب یا شاهینیم که از اون بالا داره این شخصیت رو خارج از خودش مشاهده میکنه. اما وقتی که من احساس افسردگی میکنم، به جای اینکه خودم رو با انرژی افسردگی یکی کنم و بگم من افسردم، بلا فاصله خودم رو از اون احساس جدا میکنم و میپرسم کی افسرده است؟ به محضی که من و شما میپرسیم کی، این شخصیت آی، این کاراکتر از اون فکر و از اون حس جدا میشه. پس کلاسای انرژی درمانی من از روز اول تمرینی که گفتم فکر، قطع، سکوت برای همین بود، برای اینکه فکری که پر از ویروس و باگز و باکتری و همه این داستانا هست، شما اگه بخواین اون فکر رو هی روش کار بکنین و تلاش بیشتری بکنین و تغییر مکان بدین و تغییر شغل بدین یا تغییر رابطه بدین، هیچی عوض نمیشه. چرا؟ به خاطر اینکه اون ویروس ها و اون باگ ها دائما فعالن. اما وقتی که من و شما شروع میکنیم تمرینه، به محضی که فکر میخواد بیاد من دیروز، وقتی که من آگاهم، در تصور خودتون یه قیچی بزرگ باغبونی داشته باشین که محضی که فکر میخواد شکل بگیره قیچیش کنین و اجازه ندین که اون فکر ادامه پیدا کنه. و سوالی که همیشه بچه ها از من میپرسن اینه که حتی فکرهای خوبم، حتی فکرهای مثبتم، بله در اول همه چی، به خاطر اینکه چی داره معنی میکنه که این فکر خوبه، مثبته یا فکر منفیه، بده، همون ذهن و ایگوه که داره قضاوت میکنه. قضاوت میکنه در روی اینکه این فکر بده یا خوبه. کلاس اول من کی هستم، من دقیقاً این رو توضیح دادم. با تمرین هایی که من و شما مرتباً آگاهیم که داریم فکر میکنیم، به محضی که من آگاهم که دارم فکر میکنم، خودم رو از اون فکر جدا میکنم. کلاس دوم چی بود؟ مدیتیشن چی هست چی نیست؟
اونجا توضیح دادم که اکثر افراد فکر میکنن که مدیتیشن یا مراقبه یه چیزیه که هر وقتی که سر و صداهای بیرون خوابید و قربونش برم سناپ چت و نمیدونم اینستاگرام و دیگه تمام این بازی ها و اسباب بازی ها و شلوغی های بیرون، هر وقت اینا با سریال های ترکی، امیر حسین این اینستاگرام من درست نشد بچه ها برگردن، ببخشید امیر حسین، این امیر حسین لابد از دست من دیوانه میشه، دهت و کارو باید با هم نه، چون میدونم بچه های اینستاگرام الان اون پشت وایستادن و نمیخوام که کلاس رو میس کنم. پس مدیتیشن یا مراقبه، ما فکر میکنیم که هر زمانی که مهمونی ها و پارتی ها و نمیدونم عصبانی شدن و از دست دوست دختره و دعوا و همه این چیزا اگه تموم شد و یه وقتی اون آخر آخر باقی مون، اون وقت من میرم تو پوز لوتس پوز میشینم و بعد این فکره هم بلا فاصله ساکت میشه و من میرم در این سکوت و چون میرم اونجا و میبینم که وای چه خبر و چقدر فکر و چقدر داستانایی که تمام مدت با این سرگرمی های اینستاگرام و فیلم سریال و نمیدونم این داستانا داشتم ازش فرار میکردم، حالا در موقعی که من میرم میشینم برای مدیتیشن، ووپس، اینا همه تازه میاد بالا. خب معلومه که من نمیرم مدیتیت کنم. نتیجتا در اون کورس من توضیح دادم که مدیتیشن به جنگ افکار رفتن نیست و در واقع برای مدیتیشن هم لازم نیست که من و شما حتما یک ساعت بریم در یک سکوت و خودمون رو ببندیم و همه چی رو خاموش کنیم. مدیتیشن آگاهی در هر لحظه است که این لحظه من آگاهم که فکر هست اما من خودم رو از فکر جدا میکنم و وقتی که من همون فکر رو خودم رو ازش جدا میکنم، قطع میکنم، حالا اون سپیس یا فضای خالی آهسته پیدا میشه و کلاس سوم مایندفولنس یا در این لحظه حضور داشتنه. به خاطر اینکه افراد در یک دنیا و یک فضا و یک جایی در ذهن خودشون دارن زندگی میکنن و نتیجتاً هیچ کس با هیچ کس هیچ رابطه عمیقی نداره، چون هر کسی در کله و ذهن خودش داره زندگی میکنه و اینقدر اونجا شلوغ بلوغه که دیگه من وقت ندارم با این همه صدای تو کلم کسی دیگه ای رو بشنوم. بنابراین در اون کلاس مایندفولنس من توضیح دادم که چرا مایندفولنس مهمه. یک عالمه از جلسه های من هنوز سر کاهش وزنه. چرا ما اضافه وزن میگیریم؟ به غیر از اینکه کلی از احساسایی که هضم و جذب نمیشه وزن روی ما میذارن، در این حال من و شما وقتی که غذا میخوریم چون اونجا حضور نداریم هیچ وقت نمیفهمیم چی خوردیم و چقدر خوردیم. بنابراین 5 دقیقه بعد ذهن دوباره میگه اوه حوصله‌ام صرف گشنمه. چرا؟ چون وقتی من و شما غذا میخوریم هر بار که میجویم حضور نداریم اونجا که هر بایت، هر قسمتی رو که میجویم اون تیست یا مزه و فلیور و همه اینا رو حس کنیم.
نتیجتاً 10 دقیقه 20 دقیقه بعد چون اون ساتیسفکشن یا رضایت خوردن غذا جذب نشده اینجا، من و شما دوباره فکر میکنیم که گشنمونه و مایندفولنس یا در این لحظه حضور داشتند روی همه چی اثر میذاره، روی رابطه ما. تصور بکنین که اگه ماها در یک دنیایی بودیم که همه میتونستیم همدیگر رو بشنویم، چون شنیدن یکی از بزرگترین هنرهایی هست که اکثر ما به خاطر اینکه اهمیتش رو متوجه نیستیم هیچ وقت سر اون کلاس نمیشینیم. من اگر مدرسه باز کنم فکر کنم کلاس‌های اولیه رو خیلی متفاوت شروع میکنم، چون شنیدن خیلی مهمه. خود من که جزو دیوانگانی هستم که چنل میکنم و اطلاعات میگیرم، بیشتر اونها رو میشنوم. میدونین چقدر کار من و شما راحت تر میشه وقتی که ما نخواهیم تصمیم بگیریم خودمون و به راحتی بشنویم که این کار رو بکن، اینو شروع کن، این قدم رو بردار. اون شنیدنه که من میتونم واقعا love and compassion، عشق و مهر و محبت و درک و فهم دیگران رو پیدا کنم. مرسی. من سلام بچه های اینستاگرام، ببخشید قطع شدیم دوباره برگشتیم. هلو. شما چیزی رو از دست ندادین اینستاگرام، یا داشتیم راجع به شنیدن صحبت میکردیم که الحمدلله هیچ که مشکل تو شنیدن نداره. سلام پریسا جون، عشق من. پس وقتی که ما میخوایم موزیک بزنیم، خیلی از ماها گوشی موزیک رو میگیریم. جهان هستی وقتی که من و شما کاملا حضور داریم اینجا، صبح که چشممون رو از خواب باز میکنیم و میان بیرون، تمام به غیر از خوندن پرنده ها و جیرجیرک ها و تمام این موجودات عجیب و غریب، خود کره زمین و اون فضای دور ما صدا و انرژی خودش رو داره. من و شما نمیتونیم خلاقیت داشته باشیم واقعا اگر حسای ما، اگر من و شما نتونیم بشنویم، اگر نتونیم کاملا لمس کنیم، اگر نتونیم کاملا حس کنیم. ما خلق میکنیم ولی خلقش
خلاقیت ما فرقش مثل اینه که چه میدونم من بشینم اکابری نقاشی خونه بکشم به اینکه نقاشی پیکاسو باشه. پس در این لحظه حضور داشتن یعنی من کاملا هوشیارم و با آگاهم به کوچکترین چیزهایی که داره اتفاق میفته. من این وبینار شمنها رو که گذاشتم اینام رکورداش هست میتونین بگیرین، همش راجب این بود که ماها بتونیم این فکر رو برای حتی زمان کوتاهی بتونیم ساکتش کنیم، اون فضای خالیه رو پیدا کنیم و بعد بتونیم عمیق‌تر در اون فضای خالی بریم، چون کل خلاقیت در این فضای خالیه و زمانی که من و شما اون فضا رو پیدا می‌کنیم، اون چیزی که اکثرا میگن من فقط از خدا آرامش درونی میخوام، اما همه این افرادی که دنبال آرامش درونی هستن بیرون دارن دنبالش میگردن، توی اون نقطه هست. رضایت از خود، از دیگران، پذیرش از خود و دیگران، همه چی در اون نقطه خالیه هست. پس امروز یکی از بچه‌ها دوباره توی کلاس پرسید من نمیدونم رسالتم در این دنیا چیه؟ گفتم چیزی که من همیشه و همیشه گفتم، رسالت ما چیه؟ قربونتون بشم اما فهمیدم الان میبندم. رسالت ما چیه؟ رسالت ما اینه که اصل وجودمون که روح هست و اون روح که کاملا آگاه راجع به این زندگی، تمام زندگی های دیگه، با اون یکی بشیم، چون ماها گم نشدیم که بخوایم پیدا بشیم. ولی تا زمانی که من و شما فکر میکنیم که ما گم شدیم، میفتیم در راه گم شدگی که خودمون رو پیدا کنیم و در گم شدگی کسی خودشو پیدا نمیکنه. اما اگه برعکس ما متوجه بشیم که او من گم نشدم، من فقط درگیر ذهن و منیت شدم و خودم رو از اون تیکه جدا کنم، متوجه میشم که من هیچ وقت گم نشدم، من همیشه بودم و هستم. قربون همه تون برم، من باید با شماها خداحافظی کنم. بچه ها این برنامه که روی فیسبوک هست، امیر حسین هم لطف میکنه اینو میذارتش روی یوتیوب. خواهش میکنم دوستان برین از روی یوتیوب نگاه کنین و وقتی که برنامه ها رو روی یوتیوب نگاه میکنین، چون ما باید قربونتون بشم، ما باید سابسکرپشنمون رو ببریم بالا. برنامه ها رو روی یوتیوب که نگاه میکنین، خواهشن اولا کسایی که سابسکرایب نکردین هنوز به یوتیوب چنل های من سودی یزدی و سودی برنت، خواهشن سابسکرایب کنین، لایک کنین و شیر بکنین. همه تون رو میبوسم تا راستی من دارم میرم به دزرت. هفته آینده نخواهم بود، من 5 روز دارم میزنم دوباره به صحرا و کوه و کوهستان، تماس تلفن هیچ کدوم ندارم، دسترسی به اینترنت ندارم. هفته آینده لایو نخواهم داشت، اما بچه های عزیزی که کمک میکنن به من، پریسا جون و رخسار جون و فرزانه جون و همه دوستان خوب، سوشال میدیای من دست اونهاست، فیسبوک، اینستاگرام، تلگرام، اونا جوابتون رو میدن. تا هفته آینده، I love you. مرسی که اومدین، مرسی که هستین، مرسی که توی این جرنی، تو این سفر روحای همسفر من هستیم. Thank you.